بسم الله الرحمن الرحیم با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است میدهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان ای بشیر یاد خدا آرامش دل می دهد دردمندان را بود قرآن دوا قرآن بخوان گفت پیغمبر که بی دین است هر کس بی حیاست تا شود روح تو پابند حیا قرآن بخوان عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند همراهان و حمدلان با برنامه خودتان یعنی به وقت بیداری با کمال ادب و افتخار برنامه دیگر را تقدیم شما عزیزان می کنیم به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی دری شبکه جهانی هادی تیوی این الان که ساعت حدود هشت شب هست به مدت یک ساعت با این برنامه همراه باشید عزیزان پل ارتباطی میان ما و شما این شماره هست مثبت 964 780 255 40 13 طبق رسم یک شب شبها استفاده می از کارشناس محترم جناب استاد هاشمی و از سخنان زیبا و دلنشین ایشان در باب تفسیر قرآن و صفات مؤمنین در قرآن استفاده کامل را خواهیم برد عرض سلام دارم خدمت شما وقت شما بخیر انشاءالله خداوند صحتمندی و عافیت کامل را نصیب شما بگرداند جناب استاد تا اینکه گفتگوی قرآنی و زیبای امشب را آغاز کنیم با بینندگان سلام علیک داشته باشید السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاه والسلام على رسول الله الامين ابي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نَسِيرًا سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی و برنامي برنامه كي در محضر شما مدتی تحت عنوان صفاتي مؤمنین در قرآن یا نشانه های مؤمنان در قرآن داشته ایم بسیار عالی ممنونم از شما فرمود جناب استاد که یکی از مهمترین نشانه های مؤمنان دعا کردن هست و زبان این انسان های والا و بالا گویا هست به ذکر الهی و درخواست از خداوند متعال و اما این دعا آدابی دارد و رسومی دارد که بالاخره در خود قرآن و به واسطه پروردگار عالم اینها برای ما بیان شده است یکی از اون آداب فرمودید این هست که ذکر و صفات الهی بیان شود قبل از دعا به خصوص کلمه رب به عنوان تربیت کننده و مربی بسیار زیبا و شایسته است که در ابتدای دعا از کلمه رب استفاده شود به شکل های مختلف آن مثلا رب بانده. العالمین بانده بانده. امثال اینها که در جاهای مختلف از قرآن پیامبران الهی انبیای الهی به عنوان الگوهایی برای ما از این آداب دعا استفاده کردند از جمله داستان حضرت زکریا که پیوند دارد با داستان حضرت مریم در اونجا درخواست دعا میکند حضرت زکریا و در این دعای خود از کلمه رب استفاده میکند ظاهرا نکات زیبا و ظریفی در مورد این داستان باقی مانده که دوست داریم امشب در خدمت شما باشیم و از زبان شما بشنویم بله خواهش میکنم <تصحنت> گو این که طبیعی است تعدادی از بینندگان عزیز در جمع ما تازه پیوسته باشند و سلسله مباحث رو شاید دنبال نکرده باشند از باب تذکر به خودم و به این دوستان عرض میکنم که ما در آغاز بحث به این نکته اشاره کردیم که هرگاه انسانی به خدا ایمان می آورد و می و باور میکند وجود پروردگار و آفریدگار هستی را به طور طبیعی این شناخت اگر شناختی کامل باشد و به هر پیمانه ای که این شناخت کامل تر باشد یکی از آثاری چنین ایمانی یکی از لوازمی چنین ایمانی آن است که انسان دوست دارد هرچی خود را به او نزدیکتر کند و نیز پی میبرد به نیازهای خود و کاستی های خود و کمبود های خود و نیز غنای مطلق ذات احدیت و همچنین به رحمت او به رعفت او به مهر او و به لطف او تمام اینها انسان را به تمع می اندازد و انسان را به ولع می اندازد و وادار به حرس و دارد که از خداوند بخواهد و این اسمش می شود دعا کردن بنابراین دعایی که از نشانه های مؤمنین است دعای صرف نیاز نیست صرف نه. حاجت خواستن زمانی که انسان مشکلی را داشته باشد دست به درگاه خدا بردارد و اون مشکل را برطرف کند نه دعا از ذات وجود ایمان و ذات انسان برمیخیزد زیرا وقتی خدا را میشناسد و خود را میشناسد فقر مطلق در برابر غنای مطلق کاستی مطلق در برابر و زشتی مطلق در برابر جمال مطلق و زیبایی مطلق هیچ در برابر همه چیز در برابر همه چیز و این حالت است که انسان را وادار می کند به نیایش به, کر، به کرنش به خواستن به طلبیدن اون که هیچ ندارد از اون که همه چیز هست به طور طبیعی طلب میکن. یک سره و پیوسته از او می و من در برنامه عرض کردم که خداوند در قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یسالو من فی السماوات والارض پیوسته عالم در حال گرفتن و خواستن و نیاز است و او در حال دهش است که لحظه این دهش و دادن و رفع نیاز و کاستی اگر برطرف شود ما نخواهیم بود بله. وجود ما بستگی دارد به این خواستنها حال خواستنهای تکوینی را عرض کردیم و خواستنهای تشریعی را و در این خواستن خداوند خود آدابی را تعیین کرده است برای ما در عالم تشریع در عالم تکوین خود میداند یعنی خداموز است عالم تکوین دستگاهی وجودی بدن ما دستگاهی سیستم عصبی ما سیستم گوارشی ما و همه این عالم کون که در پیرامون ما وجود دارد اینها خداموز اتوماتیک بلدن چگونه بخواهند از خداوند آن را که خداوند به ما میاموزد در عالم تشریع است اون هم برای انسان نه برای هیچ کسی دیگر در همین جا یک نکته بسیار بسیار اساسی را در محضر بینندگان عزیز ارز بکنم و اون این است که شریعت و هایی که از آسمان باید نازل شود صرفا و صرفا برای بشر است درست. هیچ موجود دیگری در این عالم نیازی به تشریع ندارد به خاطری که آنها همه به صورت تکوینی و به صورت تعبیری شناخته شده و معمولی اون به صورت اتومات و خودکار رفع نیاز میکنن و طلب نیاز میکنن از خداوند این انسان است که به صورت تشریع برای او به دو صورت بیان شده است و آموزش داده شده است که از خداوند چگونه بخواهند یکی به صورت مقررات و آدابی که در زبان قرآن و در زبان سنت دینی بیان شده است سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان طاهرین و معصومینش و دو دیگر بیان حالات پیشوایان و الگوهای دینی که ما در این بخشی بیان الگوهای دینی نمونه هایی رو ذکر کردیم و در فرجام اشاره کردیم به داستان خانواده عمران امران و نیز فردی که وابسته ای به آنها بود و از نزدیکان آنها هم خود پیامبر و هم پدر پیامبر یعنی حضرت زکریا درست پدر حضرت یحیی بن زکریا علیهما علی نبینا و علیه و سلام. الصلاۃ و السلام را ذکر کردیم این داستان ها و ارائه الگوهایی که چطور در پیشگاه خداوند نیایش میکردن در قرآن کریم به قدر غنی و به قدر گسترده است که خود یک مقوله درازدامه نیست بله. و اگر انشالله فرصتی دست بدهد تحت عنوان اصوه ها و الگوهای قرآنی خود می که در یک موضوع جداگانه انشالله مورد بحث قرار بگیرد اگر اجازه بدهید ما بپردازیم به آداب دیگر دعا درست آداب دی تا هنوز این ادب را عرض کردیم که بایستی در مقام دعا چون انسان دعا برای رفع کاستی است برای رفع نیاز است از کلمه رب استفاده کند زیرا که رب یعنی رشد دادن یعنی پرورش دادن و تکامل دادن انسان درست. خود این چون میدانیم که اسامی خداوند و صفات خداوند صرف اسم نیست و صرف صفتی که به زبان بیاوریم و معادل و ما به ازا نداشته باشد وجود ندارد ما تمام اسامی و صفات خداوند جل جلاله دقیقا حکایت از وجود یک خصوصیتی در ذات احدیت دارد یعنی به تعبیر دیگر وقتی ما میگوییم خالق این مثل اون کسی نیست که ما به او خالق میگوییم از آدمایی مثل ما او <applause> <applause> هیچ چیزی را خلقت نکرده است ولی ما میتوانیم به او خالق بگوییم یا یک کسی خیلی اهل شفقت و مهربانی نیست به او رحیم میگوییم ملا رحیم ولی در خداوند اینطوری گفته نمیشود اگر رحیم گفته می شود دقیقا به معنای آن است که یک رحمت گسترده ای در وجود خداوند هست و در ذات او متصف است به این یعنی معادل دارد ما به ازا دارد حاکی از یک واقعیت است در و یک حقیقت یعنی هر کدام روب... از نام های خداوند متعال یک کارکرد ویژه‌ای دارد یک ف... نسبت به ماها بله. بله. در قرآن هم آمده است ولله اسماء الحسنا بله. خداوند نام های زیبایی دارد که خدا را با این نام ها شما باید بخوانید بله بله ولذا ما در مقام دعا در هر مقامی باید اسمی از متناسبی با اون مقام از اسمای حسنای الهی انتخاب می شود و در مقام دعا صفت رب بایستی انتخاب شود البته گفته شده است که افزونی بر این که ما کلمه رب را به کار می بریم خوب است که ما در مقام تسبیح و تحمید خداوند و تمجید خداوند براییم بله. و همین مطلب را که این ادب دیگر است تحمید تسبیح و تمجید خداوند این مطلب را ما در قرآن کریم و در یکی از سوره های معروف قرآن کریم که همراه با نماز است همیشه مشاهده می در سوره مبارکه حمد بعد از این که ما آغاز میکنیم و به قرائتی بعد از تکبیرات الاحرام میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم خود بسم الله توصیف خداوند است به نام خدایی که بسیار بسیار بخشنده است به خوب و بد به کافر و مؤمن در دنیا و در آخرت و رحیم بسم الله الرحمن الرحیم درست. الله هم خودش به معنای جامعه ذات صفات. صفات کمالیه پس توجه داریم که ما زمانی که شروع میکنیم به حرف زدن با خداوند و شروع میکنیم در خود را حس میکنیم در محضر خداوند اولین کلماتی که باید بر زبان بیاوریم تمجید و تحمید خداوند و برشماری اسمای حسنای الهی است و بعد از آن بلا فاصله باز میگوییم الحمد لله رب العالمین باز باری دیگر به بیان دیگر همون مطالب در بسم الله الرحمن الرحیم ولی از زوایای دیگر حمد خدا حمد همگی مخصوص خداوند است حمد همگی مخصوص الله است اون اللهی که رب همه هستی است رب العالمین است دوباره برمیگردیم که رحمان است و, رحمان است و رحیم باز اضافه میکنیم مالک یوم الدین بله اون که میگوییم تو خدایی که این گونه هستی تو که میگویم به دلیلی که قرآن کریم به ما مختص ایا کنش. که نشانه یک دوست سمیمیت و نزدیکی بله، هست سمیمیت رو نشون میدهد و اشاره به وحدانیت خداوند وحدانیتی به تمام معنا و از تمام جوانب این سوره مبارکه حمد آغاز آن یک نوع ادب دعا آموزی است برای ما بله. که وقتی میخواهید با خداوند وارد گفتگو شوید وارد سخن شوید و رفع و نیاز خود را مطرح بکنید باید این گونه آغاز بکنید بسم الله الرحمن الرحیم و لذا روایتی هست از روایت بسیار مشهور و معروف که کل امرن زیبالن لم به بسم الله فهو ابتر. فهو ابتر این ابتر بودن بدین معناست که به نتیجه نمیرسد خود دعا که مشخص است که امری صاحب شعن است و هر امری به نتیجه نمیرسد هر کار مهمی که می انجام بدیم اگر بسم الله در ابتدای او گفته نشود اون کار به نتیجه, به نتیجه نخواهد بی فرجام است بی محصول است بی فایده است خب بسم الله یعنی که تحم... ت... توصیف خداوند بر شماره اسما و صفات خداوند و در همین سوره مبارکه حمد جدا از اون که ما بخش مشخصی به نام دعا, ب... دعا, داریم مثل اون جایی که میگوییم اهدن الصراط المستقیم صراط الذین نمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که ما در بخش این که چی چیزهایی باید از خداوند بخواهیم این بر میگردیم به این نکته ولی پیش از آن همین جایی که ما عرض کردیم که میرسیم به اون جایی که ای یا که و و یا که نستعین از تو کمک میطلبم خود این کمک طلبن کمک به صورت کلی و به صورت سربسته همون چیزهایی که در بعد توضیح داده می شود از تو کمک میجویم اینجا تمام خواسته ها را تحت یک قالب تحت یک عنوان و اون کمک کردنی به انسان است از تو کمک می جویم کمک خواستن تعبیر دیگری از است دعا یعنی طلب نیاز دلست. رفع نیاز در اینجا هم خدایا از تو کمک می طلبم بازم همون تعبیر است تعابیرنا شطا شتا و حسنو کرد واحد. واحد به بیانهای مختلفی بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که قرآن کریم در همین آیه شریفه و در آیات دیگر برای ما به این مطلب عنایت داشته است برای آموختن این مطلب به ما عنایت داشته است که ما در مقام سخن گفتنی با خداوند و در مقام دعا باید اسمای حسنای الهی را تسبیح خداوند را تحمید خداوند را و تمجید خداوند را نادیده نگیریم و از یاد نبریم و چنین باشیم این رو علاوه بر اون مطلبی که در قبل در خاطر بینندگان عزیز باشد یادآور شدیم که در آغاز دعا باید صلوات بر پیامبر و آل بله. پیامبر علیه مسلات و سلام رو داشته باشیم که اونها واسطه های فیض خداوند هست نسبت به انسان پس تا اینجا این طور می شود گفت که ادب دعا یکی بیان اسمای حسنای الهی تسبیح تمجید و تحمید خداوند است و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر اللهم صل علی محمد, محمد, محمد و آل محمد. محمد نمونه های از این مطلب رو اگر اجازه بدهید در قرآن کریم من یادداشت کردم عرض بکنم بفرمایید بفعلی. یکی سوره مبارکه انبیاء آیه 87 در سوره مبارکه انبیاء آیه 87 اون دعای بسیار بسیار مشهوری که ذکر یونوسیه هم نامیده می شود مطرح شده است و از, از کار بسیار مجرب است که قرآن کریم این گونه حکایت می کند و روایت می کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذنون اذ ذهب مغاضبا فضل ان لن نقدر علیه که داستانی حضرت یونوس را اشاره می کند و این که خسته شد کمی نسبت به قوم خود خشم کرد و ره خروج از قوم و مردم خیش را در پیش گرفت و مطالبی که بعدا پیش آمد برایشون که خداوند این گونه مقدر کرد که به شکم ماهی قرار بگیرد و تعمه ماهی شود و در اونجا زمانی که احساس کند من به نوعی موردی کم لطفی خداوند قرار ام به خود آمد و این گونه دعا کرد فنا دافت ظلمات ظلمت دریا و ظلمت شکم ماهی درست. و چه بسام ظلمت این که کمی فاصله واقع شده بود بین او و خدا درست. ظلمات تعبیر شده است چگونه گفت فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت جز خداي كتباشي و الله باشد وجود لا ندارت لا إله إلا أنت سبحانك تو منزهي هم اعتراف بتوهيد است خداون و همين كما ميدانين فرق بين تسبیح و تحمید این است که ما زمانی که تسبیح میکنیم یعنی خداوند رو میگوییم تو از همه عیب ها مبرایی بله. لذا این رو تسبیح رو میگوین تنزیه خداوند زمانی که حمد میگویم الحمدلله میگویم تو تمام خوبی ها رو داری زمانی که تسبیح میگویم یعنی تو هیچ بدی نداری هیچ بدی نداری همه خوبی ها رو داری دلست. اون می‌شود سبحان الله و این یکی میشود الحمدلله و با, با بیان های مختلفی هم این کار انجام می شود یعنی تکمیل اله اله هم هستند تسبیح و تحمید هر دو در کنار هم همدیگر کامل می بله تکمیل همدیگر است با دو تا تعبیر تو هیچ بدی نداری همه خوبی ها رو داری و البته از نظر زمانشناسی و از نظر بلاغت و بیان بسیار بسیار نکته دقیقی اینجا وجود دارد که من میترسم زمان ایجاب نکند فقط خلاصه اون را عرض میکنم که حتی اه. ما در تعاملات و مراودات و معاشرات با این معاشرت با انسان ها هم اگر همین نکته را رعایت بکنیم اگر نامه ای به کسی منویسیم اگر گفتگویی داریم به کسی ابتدا خصوصیات خوبی او را بر بشماریم و بدیهایی را که ندارد یادآوری بکنیم دلست. در حد یک انسان و در حد یک شخصی که این خصوصیات رو بدی ها رو ندارد و خوبی ها رو دارد بسیار بسیار مؤثر است از نظر روانشناسی تجسیبی که امروز دانش بشر به آن رسیده است ولی قرآن کریم و سنت اسلامی بسیار پیشتر از اینها این مطالب رو رعایت کرده است در عمل برای ما نشان داده است خب در اینجا حضرت یونوس می الله فَنَادَ فی الظلمات الله اله الا انت. سُبْحَانَكَ اللهی که همه خوبی ها رو داشته باشه جز تو نیست و تو هیچ بدی نداری من خودمانی و عامیانه تفسیر ترجمه میکنم تو هیچ بدی نداری اِنی کنت من الظالمین من بد بودم من خطا کردم اشتباه از من بوده است و دیدید که در عرف فارسی زبانان در بعضی از موارد دقیقا همین تعابیر در معاشرت ها و گفتگاه ها وجود, وجود دارد. دارد. که بدی از من بود است شما هیچ بدی در وجود شما نیست, نیست. هرچی بدی از من است جناب این ذکر زیبای یونسیه را همینجا نگه داریم به میان برنامه رسیدیم ان بعد از یک فاصله کوتاه دوباره برمیگردیم و ادامه این نکات زیبا در باب این ذکر شریف را از زبان شما خواهیم شنید انشانده. تشکر از بینندگان عزیز که با بخش ابتدای برنامه همراه بودند خواهش میکنم همچنان بیننده ای ما باشید بعد از یک میان برنامه کوتاه با بیان این سخن از حضرت علی علیه السلام که میفرماید خداوندا بر ما ببخش را که با زبان به تو نزدیک شدیم اما دلمان آن را مخالفت کرد و انکار کرد ان شاء الله که از جمله دعا کنندگان همیشگی به درگاه الهی باشیم و حاجات و نیازهای خود را از غنی و غنی مطلق درخواست کنیم به این امید در خدمت شما بینندگان هستیم با ادامه برنامه به وقت بیداری لطفا با ما همراه باشید اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دوباره دارم خدمت همه شما خوبان همراه با این برنامه برنامه به وقت بیداری که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما بزرگواران میگردد لحظات عمر ما یکی پس از دیگری در حال گذر هست چقدر زیبا گفت اون شاعر که از صدای گذر آب چنان فهمیدم زودتر از آب روان عمر گران می گذرد که این لحظات عمر با خیر و با برکت باشد و برای ما در دنیا و آخرت مفید و سازنده باشد عزیزان برنامه به وقت بیداری را هر شب از ساعت 8 الى 9 شب و تکراری برنامه را فردا بعد از ازان ظهر به وقت کابل می توانید مشاهده کنید خواهش میکنم اگر مطلب و نظر و پیشنهادی دارید از طریق پل ارتباطی با این شماره حتما در میان بگذارید شماره مثبت 964 780 255 40 13 گفتگو میکنیم با جناب استاد هاشمی پیرامون صفات مؤمنین در قرآن و همچنین یکی از صفات که بحث آداب دعا هست فرمود جناب استاد که از جمله بهترین آداب دعا ابتدا تحمید خداوند حمد خداوند گفتن هست تسبیح یعنی سبحان الله گفتن هست و صفت ربوبیت خداوند را ذکر کردن و با توجه به ذکر زیبای یونسیه اینکه خود ما اقرار کنیم به بدیهایمان به گناهانمان و به اشتباهاتمان و از خداوند طلب عفو و بخشش داشته باشیم بله بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه این دعای شریف و ذکر مجرب به این نکته داشته اشاره می کردیم و نکته رو محضر شما توضیح می دادیم که چگونه خداوند این داستان را برای ما تبیین می کند و سرانجام آن را برای ما بیان میکند که چه سرانجام نیکی در پیامد این دعا نصیب حضرت یونس شد حضرت یونس در آن شرایطی که شاید به صورت طبیعی اگر نگاه بکنیم راه نجاتی برای او متصور نبود در قعر اقیانوس باشد یک انسان و در شکمی ماهی باشد و کسی هم در پی او نباشد هیچ م. هواپیمای جستجویی و یا کشتی جستجوگری و قایقی نجاتی به دنبال حضرت یونس نبود به اصطلاح ظلمات در ظلمات بله و در اینجا هست که به تعبیر خود قرآن کریم حضرت یونس در طوفان غم غرق است و نجیناه من الغم. و شاید تنها موردی که یک انسان مغموم را قرآن کریم انسان پر از غم نامیده است و دچار غم فقط حضرت یونوس است در میان همه پیامبران الهی و در میان همه داستانها پیامبری دچار غم و این پیامبر دو چهار غم وقتی در برابر خداوند میخواهد اظهار و نیاز کند و الحاح و تزرع بکند این گونه میگوید فنا فی الظلمات الله اله الا انت تعبیر ظلمات رو خب قرآن کریم یک داستان را که بیان می کند همه داستان را بیان نمی کند چون کتاب داستان نیست دقیقا اون قسمت را بیان می کند که نکتهی و نکاتی را در خود داشته باشد و نکته این که میگوید فی ظلمات یعنی تو اگر در یک سختی و مشکلی گیر کردی و در یک ظلمت ناامید نباش ظلمات هم اگر باشد باز هم رحیم نجاتی وجود, دارد و دست امدادگری میتواند تو را از متن تاریکی ها نه تاریکی از متن غم ها و طوفان غم برهاند و دستت را بگیرد و به همین دلیل است که این دعا یکی از دعاهایی که به تعبیر من برس است بین اهل دعا و برد است روی اهل دعا اینه همه توجه دارن و این رو مجرب میدانن به دلیل شرایط خاص حضرت یونوس است که میفرماید فنا فنادا فی در ظلمت های پشت سر هم خدا را ندا در داد و اینطوری فرمود که لا اله الا انت هیچ خدایی جستو وجود ندارد خدایی که اللهی که لا اله الا انت معبودی که انسان در برابر او گردن خم کند او را به نیکی به ستایت از او استمداد به تمام اینها در کلمه لا اله الا انت وجود دارد خدایی جستو نیست یعنی معبود الهی جستو نیست معبودی جستو نیست کمک کننده جستو نیست کسی که این چیزی که به انسان رحم کند نیست، دانا کسی و که شنما. قادر باشد نیست، سمیع باشد نیست، توانا باشد نیست. خب کی در اون قهر دریا میتواند صدای یک انسان را بشنود و بتواند دست او را بگیرد بی واسطه. بله. اون چنان گرفتنی که هیچ ای لازم نیست که کشتی نجات بیاید به دنبال او، به خودی تاریکی میگوید روشن شو، بله. به خود ماهی میگوید برو. و موسی را پس و یونس را پس در جای خودش بگذار و این تو تومه بزرگتر از حزم کردن توست لا اله الا انت سبحانک یعنی این که من این اشاره به اینم دارد که این که من در ظلمت قرار گرفتم نه این است که تو مرا در ظلمت قرار داده باشی نه تو منزهی از اینکه کسی را در ظلمت قرار بدهی یخرجهم من الظلمات الى النور تو هیچ کسی را در ظلمت قرار نمیدهی این که من در ظلمت هستم برای نتیجه چیست؟ نتیجه عمل خودم به است. دلیل آن است که این نی کنتو من الظالمین ظلم ظلمت می آورد و بسیار از نکات بدی قرآن کریم است که می گوید فندافه ظلمات این کنتو من الظالمین ظلمات از ظلم گرفته شده و ظلم یک نوع... سیاهی و تاریکی است بله. که در اون تاریکی حق کسی در جای خودش گذاشته نمی شود و یا گرفته می شود و غصب می شود منی که خود را در تاریکی قرار داده ام نه در یک تاریکی در تاریکی های فراوانی تو منزه و پیراسته هستی از اینها سبحانه که این نیکن تو من الظالمین من از کسانی هستم که این ظلمت را خود مرتکب شده هم. پس هم تنزیه خداوند است که در این عمل بد من تو هیچ مقصر نبوده ای و هیچ دخالتی را ای گرچه به من اختیار دادی من با اختیار خود این کار را انجام دادم خدا من بعد از این که این دعای به این کوتاهی و زیبایی را بیان می کند مختصر و مفید مختصر و مفید و جامعی همه ای مطالب اینی کنتم من الظالمین همون گونه که شما اشاره فرمودید و من به صورت مستقل اون رو میخواستم یاد بکنم همینجا اشراب میشود بحث و اشاره میکنم و اون این است که یکی از آداب دعا است که انسان اعتراف کند به کاستی خود اعتراف کردن به خدا اعتراف کردنی در محضر خداوند اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که یکی از دستورات اخلاقی اسلام و دین اسلام آن است که انسان نباید به گناه خود در برابر دیگران اعتراف کند بحث دادگاه و بحث محکمه الهی که باز به تسلسل میرسد به شریعت الهی بحث دیگر است ولی این که یک انسان اشاعه فحشا کند بله. یعنی گناه خود را در نزد دیگران بازگو بکند چند چیز بازگو کردنش برای انسان ناسواب است و ناپسند بازگو کردن فقر خود بله. بازگو کردن پریشانی خود گناه هم یک نوع فقر است فقر ایمان است بله. نباید انسان گناه خود را در برابر دیگران بیان بکند و ذکر بکند فقط و فقط اعتراف به گناه در برابر خداوند پسندیده است و در هنگام دعا باید انسان اعتراف به گناه بکند انا عبدک الذلیل الحقير المسكين المستجير وأنت المولى وأنت المالك وأنا المملوك أنت المولى وأنا العبد فقط وفقط در برابر خداوند هر چه انسان مسكنت ذلت خدو و خشوع به کار ببرد پسندیده است ولی در برابر دیگران این امر روان نیست یعنی در برابر, برابر انسان‌های دیگر اولا عزت انسان از بین می‌رود و در حالی که خداوند دوست ندارد عزت مؤمن از بین برود دوم س... به درستی خداوند بدرستی. است پس خود بدرست. انسان هم باید های خود را در برابر دیگران بپوشاند و مسئله سوم این که اگر ما گناه و عیبی را بازگو کنیم چه بسا باعث این باشد که قبه اون عمل ریخته شود و اون بله، در جامعه بله. رواج پیدا کند و شاید دلایل دیگری هم باشد که گفتند بله، در برابر دیگران گناه خود را اقرار نکنید اما به همون اندازه در برابر خداوند هرچه انسان بیشتر اعتراف کند گناهانش کمتر خواهد شد پسندیده تر هست بله. بله. و در همون قسمتی که شما اشاره فرمودید که ذکر گناه خود گناه هست به دلیلی که خداوند میفرماید آنان که ولادین یحبون ان تشیع الفاحشه اشاعه فحشا گاهی به انجام دادن است گاهی به ذکر آن است ما نباید سخن و ذکر را نادیده بگیریم از نظر اثر و پیامد همان گونه که فحش دادن و ناسزا گفتن به کسی آثاری بر جای و تمجید کردن از کسی آثار بر جای می حد اظهار محبت بیان بیان و ذکر گناه هم دقیقا همین طوری است گناه را ساده می کند ما ساده سازی و سهل کردن گناه را با ذکر گناه نباید مرتکب بشویم درست. و یکی از معانی اشای فحشام همین است چون مناسبت ایجاب می من معنای اشای فحشا را در همین جا عرض باشد. کردم که توجهی صورت بگیرد بدان جناب استاد با توجه به اینکه این ذکر زیبا را اشاره کردید به نکات مختلفش ما دو تا یادگاری از شما داریم در یک برنامه اون دعایی را که وارد هر کاری که میشویم به هر ای که ورود پیدا می کنیم این دعا را بخوانیم که رب ادخلنی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدقین و اجعلی ملدون که سلطان نصیر را خب این رو خوب انسان حفظ کند در خاطر و دل داشته باشد و در جاهای مختلف از خداوند متعال بخواهد و دوم هم این دعا و ذکر زیبای یونسیه در او زمانی که انسان خیلی گرفتار غم و اندوه هست دچار مشکلات فراوانی هست که شاید راه چاره هم برای اونها پیدا نمی کند چقدر زیباست که این دعا و این ذکر شریف رو انسان حفظ داشته باشد و در چنین مواقعی بخواند تا اینکه از غم و اندوه نجات پیدا کند همونطور که آه انتهای آیه ظاهرا اشاره به ای دارد که و کذالک ننج المؤمنین بله بله. ما این که حضرت یونس را از اون مشکلات و سختی هایی که اشاره میکنه تاریکی ها و ظلمات بود نجات دادیم مؤمنین را هم همین گونه نجات خواهیم داد بله دقیقا همینطوریست حال که شما برگشتید به اون نکته و به نکته دعایی که من اجازه میدهم به خود چون بدعت نیست و امر ناپسند نیست که من بخواهم بگویم که ذکر محمدیه و ذکر یونوسیه اللهم, اللهم صل علی محمد و آل محمد ما گاهی دعاهایی داریم که اون دعاها چه بسا مشهور هست اما رب مشهور لا اصل لهو. اما دعاهایی را که قرآن کریم بیان می کند و سفارش هم می کند از میان همه اون دعاها یک دعایی است که خود خداوند به پیامبر میآمازد که اون دعایی است که عرض شد رب ادخلنی مدخل صدق و بله. اخرجنی مخرج صدق اون را می شود گفت ذکر محمدیه و این ذکر دیگری را هم که خداوند به دلیل پیوستی که در این درباره این دعا دارد که میگوید فاستجب ناله بله. او و نجیناه من الغم و اونجا اون دعا را خود خداوند یاد میدهد در اینجا آثار این دعا را برای ما بیان میکند بنابراین اون یکی رو از اول و این یکی رو از آخر ما میفهمیم اهمیت آن را که به چه پیمان مهم است در همه موارد زندگی ما اگر این دو, دو دعا را داشته باشیم جدای از این که شما اگر مراجعه کنید به کسانی که عادت داشتن و کسانی که این دعا را تجربه کردن این دعا را و اون دعا را و مشکلاتی که از این ناحیه حل شده است کتاب قطوری در این زمینه می تواند نوشته شود و نوشته شده است درست و چی خوب است که ما از این سرمایه های بسیار آسان و راحتی که در دسترس ما وجود دارد و مورد اعتماد است و موثق است لا ریب فی به تعبیری بله. تعبیر خود قرآن لا ریب فیه به صورت کلی قرآن کریم از ابتدا که شروع میکند در اول کلام میفرماید که همه اون چیزی که من به شما بیان میکنم هیچ تردید در درو وجود ندارد بی تردید و بی دغدغه باید اینها را باور کنید و به کار ببندید و دلیل این که ما چه ربطی داریم به حضرت یونوس درست. ارتباط ما فقط به دین است که خداوند برای ما که بازگو می کند برای اون که این را به کار ببندیم و نه. عمل بکنیم و غیر این صورت ارتباطی با داستان نه. نخواهیم داشت خب در ادامه این دعا خداوند برای اون که نشان بدهد اهمیت این دعا را و برای اون که ما را ترغیب بکند و وادار بکند به دین ذکری بسیار بسیار مهم و البته که دعا هست. ولی به صورت ذکر بیان شده است فاستجبنا له از این فاستجبنا ما میفهمیم که اون اولی دعاست نه ذکر بله. یعنی لا اله الا انت سبحانك انی کنت،, بله. کنت من الظالمین تنها اگر می بود انسان فکر میکرد که ذکر است و خواسته ای در او وجود ندارد ولی خداوند میفرماید که این حرف ها را که شما میفرمایید و فرمودید جناب یونوس ما میدانیم چی میخواهید اینها دعاست گرچه مستقیم هم بیان نشده باشه بیان نشده است که یعنی حضرت یونوس مستقیم درخواست نکرده که خدای من را از این وضعیت نجات بده بله. بلکه با اون لا اله الا انت با اون تسبیح سبحانکه و با اون اقرار به گناهی که داشته غیر مستقیم از خدا درخواست کرده و چقدر هم زیبا هست این درخواست بله بله اینی کنت من الظالمین و ظلمت های خودش رو به ظلمت خود ظلمت نسبت. های گرفتار شده را به ظلمت خود نسبت داده است و بدین گونه بسیار ظریف اشاره کرده است که اون ظلمت ها ظلمت های خود من است فستجب ناله این فا در زبان و گفتار عربی وقتی بعد از یک جمله فا می آید می گوید این دومی نتیجه اول است فستجبنا نا بدین معنا هست که پس به خاطر اون دعا به خاطر اون دعا ما اجابت کردیم فستجبنا لهو ما اجابت کردیم برای اجابت کردیم یعنی کار انجام دادیم که نفع او باشد لام لهو این رو بیان میکند فستجبنا لهو خب چه کردی یا رب العالمین نسبت به حضرت یونس و نجیناه من الغم نجات در جایی هست که طرف غرق شده باشد در نوس. یک امری در یک چیزی در یک موضوعی و حضرت یونس غرق غم بود غرق بود در غم اونجا تعبیری فنا دا فی فی در فی فی ظلمات اون گونه ای که علمای ادب میگویند برای بیان ظرفیت است یعنی در متن ظلمت ها بود مثل در عرب ها میگویند که الماء و فیل کوذي. بله. آب در کوزه است اینجا کلمه فی به کار برده می شود در اینجا می فرماید که فی الظلمات حضرت یونس در متن ظلمت ها بود و چون در متن ظلمت ها بود خداوند می فرماید که و نجیناهو من الغم یک بار در جای قرآن کریم است که ما به اسرائیل را نجات دادیم و نجات دادیم از چی نجات دادیم از دریای مواج و توفانخیز نیل بله در اینجا هم حضرت یونس, یونس را میگوید از غم نجات دادیم یعنی اون چنان غم فرا گرفته بود ایشان را که مثل این که انسان در اقیانوسی از غم ها فرو برود و اقیانوسی از گرفتاری ها و غصه ها او را فرا گرفته باشد و او غرق شده باشد درست. و دست غریقی دست نجاتی غریقی او را فرا بگیرد و نجینا هم من الغم و در اخیر یکی از جاهای بسیار نادر قرآن کریم از قرآن کریم تصریح نمی کند که ما این را به عنوان یک قاعده کلی در زندگی همه انسان ها داریم این تذکر رو معمولا قرآن کریم به کار نمی برد چرا؟ به دلیلی که اصولا قرآن برای همه است بله. یعنی از ابتدا معلوم است که خودن لناس است درست. برای همه است برای یک فرد خاص وجود ندارد ولی در بعضی جاها تأکید می روی موضوع بله. که خود خصوصیتی دارد مثل این مورد و کذالک ننجل المؤمنین. که ما مؤمنان را اگر غرق در غم ها باشد در طوفان غم غرق باشد باز هم نجات نایست اگر ما را بتلبد و اگر ما را بخواند نجات بود اونی از تجب لکم. لکم. بسیار ممنون متشکرم از شما جناب استاد گرامی و نکات واقعا زیبا و شیرینی که شنیدیم در باب تفسیر قرآن و دعا به درگاه خداوند متعال تشکر میکنم از شما بینندگان عزیزی که با برنامه همراه بودید در تایید سخنان استاد گرامی سخنیست از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام اونجا که میفرماید هرگاه رزق و روزی شما تنگ شد دوچار فقر شدید به درگاه خداوند متعال استغفار کنید تا رزق فراوان نصیب شما گردد و خداوند رزق و روزی را بر شما زیاد کند چقدر زیباست اگر ما در اوج مشکلات مانند حضرت یونس این ذکر شریف را از اعماق دل تکرار کنیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین با بیان این جمله برنامه امروز به وقت بیداری را هم امشب به وقت بیداری را هم به پایان میبریم به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام دل تو را می طلبد دیده تو را می جوید روز و روزگار بر شما خوش خدایا را نگهدار شما